دوستان سلام، ارادت، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز 5/9/402 اولین ویدیویی که من از خودم منتشر میکنم. ویدیوی دیگه که از من داره پخش میشه توی فضای مجازی مال ویدیوی بعد از آزادی سال 1400 که برای آهنگ سوراخ میشمم گرفته بودم. ببخشید که یه مقدار دیر اومدم، عرض ادب بکنم به خاطر اینکه یه کوچولو فشار روانی روم بود و داشتم در واقع باهاش یه جوری کلنجا میرفتم تا به اون حالت نرمال برسم. آدم حالا عکس رو میتونه خودش رو خوب نشون بده، یک ثانیه است یه لبخند میزنی عکس میگیری، ولی ویدیو خب خیلی مشخصه حالت چطوره و میخواستم حالم خوب باشه، خیلی خوب باشه وقتی که میام، که هست الان. اول از همه، مهمتر از همه، میخواستم تشکر کنم از همتون به خاطر رویه ی حامی بودنتون. نه فقط به خاطر اینکه از من حمایت کردیم، به خاطر اینکه از هر کسی که بهتون نیاز داره حمایت کردیم توی این مدت و همبستگی رو نشون دادید که من به شخصه ندیده بودم هیچ وقت. به خاطر اینکه خسته نشدیم، به خاطر اینکه ما رو فراموش نکردیم، به خاطر اینکه بچه‌ها رو، بچه‌های یکتاستون رو هنوز فراموش نکردیم، بچه هایی که هنوز توی حسر هستن رو فراموش نکردید، دمتون گرم. یه چیز خارق‌العاده‌ای بوده، حداقل برای من خیلی چیز بزرگی بوده. هر بار که به نحوی، حتی وقتی توی بازداشتگاه اطلاعات بودم، خب اونجا حتی صحبت کردنم یه جورایی نشدنیه با خانواده، به خاطر اینکه ملاقات ها خیلی کوتاهن و مأمور کنارتون هست و اجازه نمیده صحبت کنید در مورد هر چیزی. ولی اونجا هم گاهی یه چیز کوچیکی، یه خبر کوچیکی از اینکه از من یا از دیگران دارید حمایت میکنید به من میرسید و این خیلی 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 زیاد دلگرم کننده بود، یه انرژی دوباره بود. اگه این چیزا نبود که خب قطعا ما هم مثل بقیه کسایی که اونجا میومدن و آسیب میدیدن، آسیب روانی میدیدن، نمیتونستیم تحمل کنیم. خودم رو عزم میکنم و بقیه بچه های سیاسی که اومدن و رفتن. من راستش اولین ویدیوی دارم میگیرم، نمیدونم، بعد یه کمی سختم راستش و یه سری نکته هست که بعد از تشکر میخواستم بگم. یکی این که خیلی 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 قوی دارن حمله میکنن به من، حالا که نتونستن نگه هم دارن توی زندان و به خاطر شماست که من نجات دادین از اونجا و البته قبلش جونم رو نجات دادین و یک بار هم سال 400 باز من رو نجات دادین، سه بار شما من رو نجات دادین. حالا خیلی جاها به من میگن قهرمان، در صورتی که من یه آدم خیلی معمولی هستم و قهرمان شمایید که من رو نجات دادید. من که کسی رو نتونستم نجات بدم جایی، هرگز. بله، حالا که نتونستم من نگه دارن مثل دفعات قبل سعی میکنن تخریب کنن وچه من رو، حالا مثلا با یه سری تهمت های البته همراه با لومپنیز که میگن اعتراف کرده کیا رو لو داده. آخه من کیو داشتم که لو بدم؟ اولا اعتراف بکنم؟ من که همه چیزم توی همین گوشی ها بوده دیگه، چیزی که پنهان نداشتم که بخوام اعترافش بکنم. دو، براشون رپ که نخوندم، که کاری که میتونستم بکنم فقط همین که براشون رپ بخونم دیگه، که اون کارم که مشخصا نکردم و عوامل تهیه موسیقیم هم هیچ کدوم دستگیر نشدن بعد از من، حالا یا قبل از من البته، نه کارگردان، نه آهنگساز، نه کسی دیگه، نه بچه‌ای که کاور کار میکردن، نه هیچ کسی دیگه. و من خیلی شکنجه شدم اون موقع بازداشت. دست و پای منو شکوندن، یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه میزدن. سعی میکردم اول با دستام جلوی ضرباتو بگیرم که انگشتام میشکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمش هم خیلی طولانی بود. یکی از بچه‌های سیاسی به من گفت که احتمالاً اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو، اون زمانی که شکنجت میکنن، همش بیهوش باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی. و
این در مورد اعتراف که من پیجم هم ندادم دیگه، همین روز آخر هم ساعت خانواده من ساعت 9 و 10 صبح منتظر آزادی من بودن. اول اینکه از پنج شنبه آزادم نکردن تا شنبه، این طبق قوانین خود جمهوری اسلامیه که بیشتر از یک سال نمیتونستم منو بازداشت موقت نگه دارن، و همون 6 سالی هم که من دادم باز طبق قوانین جمهوری اسلامی نیست، غیر قانونیه. و البته وقتی ما در مورد قانون خودشون باهاشون صحبت میکردیم میخندیدن که چی میگی و قانون چی دیگه، ما میتونیم فلان کار میکنیم. به هر صورت آره، و اون روز آخرم که روز شنبه که من آزاد شدم، از صبح تا فکر کنم 4-5 ساعت فکر میکنم برده بودم پیش آقای براتی، اومده بود قاضی پروندم و اون آقای اون اطلاعاتی که فکر کنم نمیدونم حالش کار است، ولی خب کارشناس پرونده من، یعنی بالاترین فکر کنم باشه توی پرونده من، در واقع همونی که دستور شکنجه من رو داده بود، اومده بودن و صحبت میکردیم که پیج تو بهمون بده. و حالا من نمیخوام یه حالتی باشه که داستان تعریف کنم، ولی خب یه چند ساعتی اونجا صحبت داشتیم که منم میگفتم همینجا میمونم توی زندان، ولی پیجم رو به شما نمیدم. الان هم راستی بچه ها صفحات من هنوز دست خودم نیستن، دست نگینم. نگینم یکی از کسایی بود مثل خود شما که مدام فکر کنم راستش بیشتر از همه آدم ها، یعنی در حد پدرم تلاش کرد برای من، برای آزادی من. و وقتی نبودم هم خیلی اتفاق افتاده، خیلی اومدن از طرف من صحبت کردن، گفتن اقوام من هستن. باز من یه پیغام فرستادم بیرون که من خانواده‌ای به جز هوادارم ندارم، قرار بوده کسی رو معرفی کنم که خودم قبل از اینکه بازداشتم نگین رو معرفی کردم، خودم قبل از اینکه بازداشت بشم آقای رئیسیان رو به عنوان وکیل انتخاب کرده بودم. و فکر کنم نکته دیگه باشه، من نمیخوام زیادی گویی کنم. در مورد اینکه کسی که ناراحت من سالمم اومدم بیرون، اگه 4 ماه پیش که من از اطلاعات می اومدم، از اطلاعات منتقل شدم به زندان، اگه اون موقع می اومدم بیرون خب مسلما این حرفو نمی زدم و شکستگیای استخونای من مال 1 سال و 1 ماه پیشه، طبیعتاً جوش خوردن تمام استخونام، حالا یه سریشون کج شدن، اونقدر اذیت نمی کنن، ولی خب بعضی وقتا تو راه رفتن متاسفانه درد میگیره، میلنگم پام یا دستم توی ورزش اذیتم میکنه. و این چند روزم رفتیم امارای و رادیولوژی عکس گرفتیم و کارای دندونام هم این چند روز دارم انجام میدم، دندونام هم درست کنم و همین دیگه، ایرادی هم نداره، چیز ناراحت کننده یا امیدوارم نباشه برای شما، اذیتتون نکنم با این حالا دارم در مورد این چیزا صحبت کنم. استخون دیگه جوش میخوره دوباره، برای اینکه ورزش هم بتونم ادامه بدم به صورت حرفه‌ای و یه سری کارا میخواستم توی بوکس انجام بدم، حتما باید پامو جراحی کنم، احتمالا توی هفته آینده یا شاید هفته بعدش پامو جراحی کنم، دستمو جراحی کنم و بعدم برمیگردم به احتمالا اون چیزی که اون کارکتری که خودم میخواستم. و همین، بازم میخوام تشکر کنم یه بار دیگه ازتون، دمتون گرم، قوت قلبید برامون. امیدوارم که روزای خیلی خوبی برسه برامون، حالا شاید زمان ببره ولی من اعتقاد دارم که بهش دست پیدا میکنیم. و فکر میکنم یه ایران خیلی خوب و خفن بسازیم. دمتون گرم بچه ها، خیلی دوستتون دارم، ببخشید بابت هر ناراحتی که براتون ایجاد کردم. آه خوب شد قبل از خدافظی من اینو یادم اومد، یه ویدیو من تازه دیدم پخش شده از من، یعنی توی مثل یه ویدیوی ساخت اطلاعات، پس یه نکته دیگه رو هم در مورد اطلاعات اضافه میکنم بعدش. یه ویدیو اطلاعات از من ساخت پخش کرده، دارم بازجویی میکنم، من به اون جوریه که به نظر میسه من به اون بازجویه دارم میگم اول از شما معذرت میخوام، یه همچین چیزی معذرت میخوام اول از شما، در صورتی که من همچین صحبتی نکردم، با بازجو در واقع نبودم، 9 ساعت من اونجا مصاحبه میکردم و متاسفانه فکر کنم یکی دوتا گاف دادم، و به این صورت که طرف اومده یه سوالی از من پرسیده
مثلا گفته اگه الان مادر فلانی که به خاطر تو رفت و الان تو زندانه جلوت باشه چی بهش میگی؟ به این صورت. بعد کات کردن جوری به نظر رسید که از اون دارم عذرخواهی میکنم که اصلا چیز خیلی خنده‌داریه. اینا از این در مورد شکنجه هم صحبت نمی کنم. خودم راستش خیلی اذیت میشم. من شکایت کردم در رابطه با شکنجه ها. یکی از دلایلم برای شکایت کردن این بود که حقانیت خودم رو ثابت کنم و نه اگر دروغ میگه، چون اگه دروغ گفته باشم که الان اونا میتونن دوباره از من شکایت کنن به جرم افترا تهمت زدن. حالا دلایل دیگه هم داشتم به خاطر اون کار، تأثیراتی که به نظر من میتونه بذاره. و از رسانه هاشون هم شکایت کردم به خاطر دروغایی که گفتن. یکی اینکه مثلا تو ماج اعدام داشته چون همکاری موثر کرده اعدام شکسته شده 6 سال. اعدام برای چی؟ من چه کار کردم که اعدام داشته باشم؟ تمام کاری که ما کردیم اون موقع این بود که میستادیم در مقابل کسایی که مردم رو شکنجه میکردن، میرفتن تیر میزدن با وینچستر توی دانشگاه و حالا یه سری کارهای دیگه. اصلا نباید منو دستگیر میکردن، حق نداشتن منو دستگیر بکنن. یه چه برسه این که 9 ماه 8 ماه 9 ماه توی انفرادی نگه هم دارن شکنجه سفید کنن منو، و اون اولش هم انقدر شکنجه فیزیکی به من بدن. و حالا مسئله دیگه. در مورد اطلاعات هم خواستم این نکته رو بگم که چرا باید یه ارگان بالاتر از قانون باشه. بالاتر از قانون فقط مردم هم که اگه قوانین رو نخوان تغییرش بدن، به خاطر اینکه کشور مال اوناست، اون قوانین باید برای رفاه اونا باشن. و به جز مردم که هیچ شخص یا هیچ ارگانی نباید بالاتر از قانون باشه. اطلاعات هم بالاتر از قانونه توی ایران. اطلاعات شکنجه میکنه، خودم رو میگم شکنجه میکنه، غیرقانونی وارد خونه میشه، تخریب میکنه حالا خونه رو یا هر چیز دیگر رو که دلش، هر چیز دیگه رو که دلش بخواد، و کسی هم نیست جلوش رو بگیره. اطلاعات میاد به بازپرس میگه که چه اتهاماتی به من بزنه. بازپرسی که حالا اسم نمیگم کدوم یکی از بازپرسا، بازپرسی که یواشکی میاد به من میگه اینجا رو اینجوری ننویس، خالص بده، نمیدونی داری چی می‌نویسی. همون روزهای اول که من اصلا تو حال هزیون بودم، 2 روز من بیهوش بودم بعد اینکه بردنم تو سلول. پس اون بازپرس خودش حالا نمیدونم یا تفکرش سمت ماهی یا نیست، کاری به این چیزا ندارم، ولی خب بالاخره اراده نداره. چرا بازپرس اراده نداره و اطلاعات باید بهش بگی چه کار کنه چه کار نکنه؟ چرا بازپرس باید از اطلاعات بترسه؟ معاون دادستان چرا باید از اطلاعات بترسه بیاد اونجا با ترس و لرز حال منو بپرسه، غیر مستقیم بپرسه آیا اینجا هم شکنجت میکنم یا نه؟ که البته بچه توی اطلاعات شکنجه فیزیکی نمیکردم، ولی خب شکنجه روحی خیلی زیاد بود که حالا اونم توضیحاتش مفصله. اطلاعات چرا باید بتونه به رئیس زندان دستور بده بگه این از ما شکایت کرده، شرایطش رو بد کنه توی زندان و ناراحت باشه از اینکه پرسنل زندان با من خوبن، طرفدارای منن 70-80%. حالا من همه پرسنل زندانای ایران رو که نمیگم، همون چیزایی که خودم دیدم رو دارم میگم. با افتخار من میگم که 70-80% پرسنل زندان طرفدارای من و شما هستن، یعنی از خودمونن. و همین به نظرم خیلی نکته مهمیه و باید باش مقابله کنیم که هیچ ارگانی نباید بالاتر از قانون باشه. دمتون گرم، حرف دیگه فعلا نیست، خیلی مخلصم. زمانش که برسه خودم میام پیجامو میگیرم و فعالیت میکنم، ولی خب الان یکم میخوام خودم رو بسازم دوباره و نیاز دارم، امیدوارم به هم فرصتش رو بدید و بابتش ناراحتتون نکنم. خیلی مخلصم، دمتون گرم دوباره، فعلا.